خب دوست عزیز، باز هم خوش آمدین. بحث خود به شرایط گرفتاری و بازداشت موقت ادامه میدیم. ما شما چهار شرط صحبت کردیم و بعدا گفتیم که در صورتی که توقیف موقت خلاف اصل باشه، اصول قانونی باشه، در موردش قوانین افغانستان مجازات پیش بینی کرده و وصف جرمی شام توقیف غیر قانونی است. خب پس شرایط گرفتاری چی است؟ ما در قوانین افغانستان وقتی که ملاحظه میکنیم شرایط گرفتاری را نسبت به یا شرایط تحت نظارت قرار دادن و توقیف علیحدہ ذکر کرده. مثلا در ماده 81 قانون اجرا جزایی شروط گرفتاری توسط پلیس به صلاحیت خود بدون استیضان مقامات عدلی و قضایی موارد زیل گفته. اول پلیس عدلی میگه میتونه به صلاحیت خود در حالت زل شخص گرفتار کنه. کدام حالت؟ یک، این ارتکاب جنایت یا جنحه که جزای از حبس متوسط باشه. یک. دوم، شخصی که باعث مرتکب جرم جنایت قلم داشته باشه امکانه غایب شدنش متصور باشه. و یک بحث هم اینجا است که در حالت جرم، یعنی این ارتکاب، یعنی به این معنی که جرم مشهود باشه، کدام جرم جنایت باشه، یعنی که حبس متوسط داشته باشه. حبس متوسط چقدر است؟ از 1 تا 5 سال عزیزا. خب و در سایر حالات میگه باید توقیف ببخشید تحت نظر قرار دادن از صلاحیت مقامات عدلی و قضایی است و اونجا اجازه پلیس باید از مقامات عدلی و قضایی اجازه بگیره. در این قسمت خب در قوانین افغانستان وقتی ملاحظه میکنیم شرایط تحت نظارت قرار دادن به دو موضوع ما برداشت میکنیم: بعض شرایط وضع شده نسبت به جرم، بعض شرایط وضع شده به نسبت به مجرم. مثلا در شرایط جرم شما ملاحظه کنین، اول میگه که جرم جنایت باشه، شرط است. دوم، جرم جنحه باشه، کدام جنحه؟ جنحه کبس متوسط داشته باشه، بیشتر خدمت شما گفتیم که از چند تا چند سال. و سوم، جرم مشهود باشه، که جرم مشهود ما شما قبلا خواندیم در ماده 82 قانون اجرا جزایی که در سه حالت مشهود پنداشته میشه که ضرورت به تکرارش نیست. خب در جرم دومین شرط یا دومین شروط نسبت به مجرم است. در این اشاره میکنه که چهار شرط به نسبت به مجرم است. اول، امکان فرار یا غایب شدن متصور باشه. دوستا عزیز، در کدام جرایم امکان غایب شدن و فرارش متصور میشه؟ قطعا در جرم جنایت. چرا؟ به خاطر از اینکه میاد حبس بیشتر است. ترس از مجازات باعث از این میشه بعضی اوقات که شخص مظنون یا متهم فرار بکنه. دوم، خوف از بین بردن مدارک جرمی موجود باشد. مثلا ما احساس میکنیم که اگر شخص مظنون یا متهم بیرون از حبس باشه ممکن شواهد از بین ببره، مدارک از بین ببره و این باعث شه که عدالت درست تامین نشه. خوف امکان جرم جدید از شخص بره. ما مثلا فکر میکنیم که و این قرائن وجود داره که اگر شخص رها باشه با تمامی سایر مجرمین ممکن است که چی کنن؟ یک جرم جدید مرتکب شوه. و از آخر، مسئولیت خود شخص. من پیشترم صحبت کردم خدمت شما که در بعض حالات ایجاب میکنه جرائم است که علیه اشخاص است و این کدورت ها و جرمنی ها را به وجود آورده و باعث انتقام گیری های شخصی میشه. به این خاطر بهترین گزینه به خاطر حفظ مسئولیت این شخص چی است؟ بازداشت موقتش است. خب دوست عزیز، حال از شروطش ما گذشتیم. قبل از اینکه بریم به بحث دیگه، خود دوستا در ماده 99 قانون اجرا جزایی یک مراجعه میکنیم که شروط توقیف که اصلاحات سارنوالی و محکمه است، شروط توقیف چی است یا توقیف موقت شروطش چی چیزا ذکر کرده. در ماده 99 قانون اجرا جزایی افغانستان در فقره سومش شروطی که به توقیف موقت ذکر کرده که اینجا واضح، اینجا صراحت داره که توقیف موقت اصالت کی است؟ اصالت سارنوالی است و محکمه. شرایطش چی است؟ میگه مشروعیت تحقیق توقیف ماده 99. مظنون متهم مطابق به احکام قانون چی میشه؟ مطابق به احکام این قانون توقیف شده میتونه. سیز؟ یعنی اگر توقیف میکنیم شخص مطابق به احکام این قانون باشه. ملاحظه کنین دوست عزیز. خب دوم، مسئولین توقیف خانه نمیتواند بدون اوامر و قرارهای مقامات سلام درجه این قانون مظنون یا متهم را در توقیف خانه قبول و یا ایرا بیشتر از میاد معینه که در امر توقیف ذکر شده است در توقیف خانه نگهداری کند. پس دوست عزیز، توقیف خانه، مسئولین توقیف تنها آدرسی که ای اشخاص به دست میارن و ای اشخاص تحت نظارت توقیف قرار میتن
ادارات مربوط است. کدام است؟ ادارات کشفی، تحقیق و محکمه است. و ضمناً اگر میاده که برش پیش بینی شده از میاد مشخص، نباید بیشتر رو را چی کنن؟ نگهداری کنن. بحث سوم در سومش میگه سارن ولی و محکمه در یکی از حالات ذیل قرار توقیفی مظنون متهم جنحه یا جنایت صادر کرده میدانند. کدام حالت؟ یک، اول پس مراجع توقیف معقد کیا سارن ولی و محکمه است. شرایطش چی است؟ میگه مولا در صورتی که در صورت موجودیت دلایل اثبات مبنی بر ارتکاب جرم جنایت، یعنی به این معنی که ما میبینیم که شواهد و مدارک مبنی بر اثبات ارتکاب جرم جنایت است، ما شخص تلاش میکنیم بازداشت معقد میکنیم. دوم، در صورت ارتکاب جرم مشهود که پیشتر گفتم مطابق ماده 82 قانون اجرای جزایی جرم در سه حالت مشهود پنداشته میشه که بحث کردیم. سه، در صورتی که هویت مظنون یا متهم معلوم نباشد، مثلا شخص ما متوقف میکنیم از بهش پرسان میکنیم که تو کی هستی، مشخصاتت چی است، از کجا هستی، اصلا شخص هویت خود نمیگه، هویتش مشخص نیست و اینجا سارن والی و محکم مسئله داره که شخص بازداشت کنن موقتا. چهارم، در صورتی که خوف اخفا یا فرار مظنون یا متهم در جرم موجود باشه، یعنی به این معنی که اگر ما این شخص توقیف نکنیم ممکنی فرار بکنه. در کدام جرم؟ در جرم چی جن هر چی جنات موجود باشه. و ششم، پنجم، در صورتی که خوف زیاد یا تغییر مدارک اسناد جرمی موجود باشد. پیشتر ما شما صحبت کردیم که اگر شخص راه باشه ممکن از اسناد شواهد مدارک این فرد دسترسی پیدا بکنه و او را از بین ببره، پس به خاطر مسئولیت او مدارک و شواهد ما چی میکنیم؟ این شخص بازداشت معقد میکنیم. و ششم، در صورتی که مظنون متهم در حوزه مربوطه که جرم به وقوع پیوسته ما سکونت دائمی نداشته باشه، فرد از باشنده بامیان جرم مرتکب شده در هرات، هیچ کس هم شناخته نداره که در صورتی که اگر ایره موقتا رها کنه و پس به خاطر تحقیق مراجعه کنه. در این شش حالات شروط است که اگر در جرائم تحقق پیدا کرد پس سارن ولی و محکمه میتونه که شخص چی کنه؟ بازداشت موقت بکنه. دوست عزیز، خب پس میریم به بحث خود. پس شروط توقیف هم شما فهمیدین دوستا، شروط نظارت هم فهمیدین. شما سوال دیگه بعد مطرح میشه که حقوق اساسی فرد گرفتار شده در زمان گرفتاری و بازداشت معقد چیست؟ دوستا از دیگه شما برین در ماده هفتم قانون اجرایی جزایی افغانستان، در ماده هفتم حقوق مظنون و متهم در جریان توقیف یا بازداشت معقد در ذیل 19 یا 20 فقره به چی از تشریح شده. در اونجا اشاره شده که مظنون یا متهم حق داره که در زمان گرفتاری از اتهام منصوب اطلاع پیدا بکنه، حق داشتن وکیل مدافع داره، حق مسئولیت از توقیف یا بازداشت غیر قانونی را داره، حق دسترسی به اطلاعات داره. خب در ماده هفتم اشاره میکنه اتهام منصوبه، مسئولیت از گرفتاری و توقیف خسرانه، مسئولیت از توهین و تحقیر، دادن اطلاع به فامیل، اظهار مطلب و ارائه اسناد مدارک، استجواب، استفاده حق سکوت، حق وکیل مدافع، داشتن ترجمان، دسترسی به اوراق. خب این مادر شما به تفصیل دوستو همین تمام موادش ملاحظه کنین، تمام فقراتش اینا حقوقش است. حقوق چی است؟ شخص گرفتار شده در زمان گرفتاری. پس کدام؟ خب از مجموع از این ما به چند حق اساسیش اشاره میکنم و سایر حقوق در ماده 7 کارخانگی شما دوست عزیز که ملاحظه کنین. اگر سوال بود در بس باز میشه در خدمت قرار داشته باشیم. اول، اصل برات ذمه. ما پیشتر گفتیم در این اصل در ماده 25 قانون اساسی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته. این به این معنی است که شخص در اصل بیگناه است. اگر سارنوال اتهام برش بسته میکنه، اول اتهام ثابت بکنه و این شخص مکلف به اثبات بیگناهی خود نیست. بحث بسیار تفصیلی کردیم در جلسه پیشتر. دوم، آگاهی متهم و فامیل شخص از علت بازداشت و دستگیری و قانون چی است و قانونی بودن است. یعنی به این معنی که هم فامیلیت با خبر باشه که شخص در کجا است، که شفاخانه به شفاخانه نباره ایره، و دوم خودشون باید با خبر باشه که به چه اتهام گرفتار میشه و دلایل که علیه ما از چی است که به قبال از او باز دفع داشته باشه این شخص. حق استفاده از خدمات وکیل مدافع در صورت عدم توانمندی، در صورت عدم توانمندی باز
این شخص حق داره مطابق ماده 31 قانون اساسی افغانستان که از خدمات حقوقی رایگان بهره مند شود، یعنی به این معنا که مساعدات های حقوقی و یا اینکه نهادهای دیگه که در مقرر مساعدات های حقوقی که انجمن وکلای مدافع افغانستان هم هست این مساعدات برش به طور رایگان فراهم بسازه. حق دسترسی به محکمه، هر متهم حق دارد که بسری وقت به دعواش دستگی شود که من پیشتر خدمت شما گفتم که میاد قانون ذکر شده که به پلیس 72 ساعت، به سارن ولی در جنایت 15 روز، در جنایت 7 روز که با تمدیدش 75 روز در جنایت میشه و 27 روز در جنایت میشه، یک ماه محکمه ابتدایی، یک ماه محکمه سینافا، دو ماه محکمه تمیز. اینا میاد زمانی است که در این میاد قانونی بعد دوسیه تیمرایل شوه. اگر برخلاف از این سور اجرا صورت میگره و در مخالف خلاف قانون است و شخص میتونه که علیه ازیشی کنه اعتراض بکنه. حق مکاتبه و ملاقات با همسر، فامیل و نزدیکای خود یا وکیل مدافع خود در صورت محکومیت متهم به مجازات سلب آزادی، متهم توقیف ازگری، باید از کل مجازات محاسبه شونی به این معنی که از روز گرفتاریش محاسبه میشه میاد و ضمن در صورت حکم قطعی به برات شخص، شخص حق داره که جبران خساره بگیره و ما در دست بس گرسنه گذشته اینو بحث کردیم که هم حق جبران خساری مادی داره و هم حق جبران خساری معنوی. دوستان عزیز سایر حقوق شما ملاحظه کنین، باز اگر سوال بود باز در خدمت قرار داریم. خب پیش از اینکه بریم به بحث دیگه خود، من خدمت شما فرم محضر قرار گرفتاری به نشان میتونم. اینی محضر، محضر قرار گرفتاری است. در اینجا شما میرین دوستان در صورتی که ضرورت از این شوه که شخص تحت بازداشت و توقیف قرار بگیره، این محضر از سارنمولی صادر میکنه و مقامات پلیس مکلف هستن که بعد نظر داشت از این همون شخصی که در جریان در هویتش در این نقش مشخص شده او را گرفتار بکنن. مثلا این زمان مکتوب از این مورخی قدر اوراق فلانه نفر به اینجا به مزونیت فلانه نفر مواصلت کرده، جریان قضیه اینجا نوشته میکنیم. ما از این که نام برده در ماده اینه قدر جرم پیش بینی شده، یعنی به این معنی که جنایت پیش بینی شده، فلانه فلانه شخص را گرفتار بکنین، اسم ولد باشندش هرچی عاجل گرفتار کنین و به ما بسپارین. آیت امضای آیت تحقیق است و ملاحظه شده مرجع بالاترش است. خب وقتی که قرار میره به پلیس، پلیس مکلف است با نظر داشت از این قرار چی کنه؟ شخص بازداشت بکنه. اما خارج از این قرار پلیس تنها در اون ماده 81 که پیشتر خدمت شما مطرح کردیم صلاحیت بازداشت یک شخص به صلاحیت خود داره بدون استیزان که مقامات عدلی و قضایی. دوست عزیز خب عزیزا، بحث ما از توقیف موقت تمام شد، میریم به بحث بعدی خود. فصل سوم سارنوالی، در این بحث تاریخی سارنوالی را، تشکیلاتش و وظایفش ما شما صحبت میکنم دوست عزیز. خب به اساس ماده 134 قانون اساسی افغانستان اداره سارنوالی اداره تحقیق و تعقیب قضایا است و این اداره اگه اداره مستقل است از لحاظ تشکیل و از لحاظ ببخشید از لحاظ تشکیل مربوط به قوه مجریه است و از لحاظ صلاحیت اداره کاملا مستقل است. خب این اداره مسئولیت و وظایف چی داره؟ تحقیق و اقامه دعوا برای اشخاص مظنون به یا متهم به جرم در پیشگاه محکمه. سر تاریخی از این دوست عزیز، سر تاریخی از این من در چپتر مربوطه با تفصیل بیان کردیم، فقط خلاصه اینجا بعضی از نقاط بولت پوینت هایی که نقاط عمده شما خدمت شما مطرح میکنم. سر تاریخی سارنوالی دوستان، اگر شما ملاحظه کنین در صدر اسلام شما وظایف امروزی سارنوالی را در بعض تشکیلات در صدر اسلام میبینیم که عین وظایف اونو انجام میدادن. مثلا در فقه اسلامی امی وظیفه سارنوالی سپرده شده به ولایت مظالم و ولایت مظالم یک اداره بود که در صدر اسلام که اینا مسئول نظارت از اجرات حکام و بزرگان بودند و در صورتی که تخطی و تعدی میکردن و حقوق کسی را مورد تعدی و تجاوز قرار میدادن، اینا در موقف چی میپرداختن؟ دفاع میپرداختن و از او شخص دفاع میکردن. حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک بهترین حامی مظلوم و مطالبه کننده حقوق
مظلومین بود و عادل بود و این یکی از اشخاصی بود که همیشه در بحث موفق نگه داشتن ولایت المظالم تلاش بیشتر میکردن. به گونه مثال شما موضوع تسلیم شدن قبیله خزیمه و قتل از او توسط خاندان ولید که وقتی که اونا تسلیم شدن اما حضرت خالد بن ولید که سرلشکر بود اونا را به قتل رساند و بعدا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که فامیل از این حق داره که چی را در این قضیه و ورث مقتول باید دیه پرداخته شود. یا در زمان خلفای راشدین بخصوص خلافت حضرت عمر رضی الله عنه که او خلیفه عادل هم نام داشت، موضوع جنجالی که پسر قبطی مصر با پسر عمر بن حاص داشت که او در یک بازی او غالب میشه و پسر عبدالرحمن بن حاص ای که والی هستن در اونجا چی میشه؟ مغلوب میشه و او به خاطر انتقام میپردازه. پس اینجاست که حضرت عمر رضی الله عنه از او چی میگره؟ از او حق از او رو پس دوباره برش چی میته؟ دوباره برش اعاده میکنه و این مورد مجازات قرار میگره. و بحث بعدیش در زمان ابو مهی ها که ظلم دامنگیر امو وقت شده بود، گسترده شده بود، عبدالملک بن مروان روز را برای شنیدن شکایت مردم اختصاص داده بود و مردم مراجعه میکردند این روز و هر کسی که حقوقش مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته بود به خاطر حقیقت خود اینجا به اعتراف میپرداخت و ای امی عبدالملک بن مروان تشکیلات را در نظر گرفته بود که اینجا حق مظلوم از ظالم چی کنه؟ مطالبه و احقاق بکنه. مثلا بعد از ظهور اسلام سلاطین مصر مؤسسه به نام دارالعدل ایجاد کردن. دارالعدل در قاهره با چی است در اوقات معین سلطان و قاضی گرد هم می آمدن و در اونجا برستگی و دادخواهی پرداختن. مردم به خاطر احقاق حق خود مراجعه می کردن. به خاطر احقاق حتی افراد یک کس را به جایگاه مدعی قرار می دادن و این مدعی بعض از خصوصیات را برش پیش بینی کرده بودند. مثلا عادل ترین، شریف ترین، معالم ترین فرد از لحاظ تقوا و پرهیزگاری را به این موقف می گماشتند و این به دعوا می پرداخت تا حق او فرد که مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته بود و وارد شود احقاق شود. دوست عزیز، خب میایم به کشور عظیم افغانستان. دوست عزیز، تاریخچه سارنوالی برمیگرده به نظامنامه شاهمان لا یا نظامنامه تشکیلات اساسی دولت در سال 1300 هجری شمسی. در او وقت در این نظامنامه یک مرکز شورای دولتی در ولایت‌ها در مرکز جا شد و در ولایت‌ها حکومت‌های اعلی جا شد. کلان‌های قوم و مجلس‌ها و اینا مشورت تشکیل شد و تأسیس شد. در این وقت محاکم مامورین به شوراهای ولایتی و مجالس تعلق گرفت و به خاطر تعقیب اتهامات مامورین دولتی ضرورت بود که یک کس در جایگاه مدعی قرار بگیره که اینا را امو حکومت های وقت به یک تشکیلات را به نام وکلا اثبات یاد میکردن. وکیل اثبات مکلف بود که به دعوا بپردازه و علیه شخصی که مرتکب جرم شده بود. و با گذشت زمان ضرورت به این شد که به این نظامنامه یک زمینه ایجاد کنن. در این زمینه یک تشکیلات اساسی را پیش بینی کردن. در این تشکیلات اساسی وکلا اثبات رسمیت پیدا کرد که وکلا اثبات در مرکز از طرف وزیر عدلیه انتخاب می شد و در ولایت ها از طرف نایب الحکومه ها انتخاب می شدن و وظیفه شان به می تعبیر امروز دعوا نمودن و تعقیب و اقامه دعوا بالای اشخاصی که مرتکب جرم شده بودند.
دوست عزیز، بعدا در قانون اساسی سال 1343 اداره مدل عمومیت ایجاد شد. این اداره مدل عمومیت من است یک اداره رسمی دولتی پا به بررسی وجود گذاشت. در ماده 103 این قانون چنین اشاره شده بود که تحقیق جرایم از طرف مدل عموم که جزء قوه مجریه است به چی صورت میگیره، که در این زمان در سال قانون سال 1343 این اداره به نام مدل عمومیت داده میشد.